فصل 26. آگریپاس خطاب به پولس گفت: ما به تو اجازه می‌دهیم که از خود دفاع کنی. پولس دست‌های خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: ای آگریپاس پادشاه، برای من کمال خوشبختی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع برمی‌خیزم. و بیشتر از این خوشبختم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خودم و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود گذراندم. و حالا به خاطر امید با آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده‌ای است که 12 طایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند: ای پادشاه، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله‌ای با عیسی ناصری مخالفت نمایم. و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم. وقتی آنان را می‌کشتند بر ضدشان رأی می‌دادم. مدت مدیدی ایشان را در کنیسه ها می‌زدم و سعی می‌کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جای رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می‌کردم و آزار می‌رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و دستوراتی از جانب سران کاهنان به دمشق می‌رفتم که در هنگام ظهر در بین راه ای پادشاه نوری روشن‌تر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبری به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست؟ پرسیدم: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسایی هستم که تو به من جفا می‌رسانی. بلند شو و روی پای خود بیست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیده‌ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشمای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند. بنابراین ای آگریپاس پادشاه، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنن و به سوی خدا برگردن و طوری زندگی کنن که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتن و می خواستن مرا بکشند. اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستادم و به همه، به کوچک و بزرگ، شهادت میدم و چیزی جز آنچه انبیا و موسی از پیش خبر دادن به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید. وقتی دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: ای پولس، عقلت را از دست داده ای؟ زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس پاسخ داد: خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. پادشاه از این چیزها اطلاع دارند و
من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است. ای اقریپاس پادشاه، آیا شما به انبیا عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید. اقریپاس به پولس گفت: خیال می کنیم به این زودی می توانیم مرا مسیحی کنی؟ پولس گفت: از خدا می خواهم که دیر یا زود نه تنها حضرت اعلی، بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا می شنوند مثل من بشوند، البته نه مثل من در این زنجیرها. آنگاه پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند: این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است. اقریپاس به فستوس گفت: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود می توانست آزاد شود.